سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. حضور مقامات روسیه و ترکیه در ایران از جمله اخباری هست که این روزها در رسانه‌ها پیرامونش صحبت‌های صورت گرفته. کمی درباره حاشیه‌های این دیدار می‌خوام نکاتی رو خدمت شما ارائه بدم. من تا قبل از اینکه به این حاشیه‌ها بپردازیم، می‌خوام چند تا ویدیو با هم دیگه ببینیم، ویدیوهایی که نکاتی درش وجود داره که خدمت شما عرض خواهم کرد. دوستان عزیز، ویدیو اولی که میخوایم با هم ببینیم مربوط هست به حضور رئیس جمهور روسیه در فرودگاه. من این رو دارم روش مانور میدم، روی ترکیه خیلی مانور نمیدم، چون معمولا دیدار ما با مقامات ترکیه حاشیه هایی به اون صورت نداشته. یعنی مثلا ما اگر رفتیم در ترکیه بعد برگشتیم ایران، به اون صورت افکار عمومی درگیر حاشیه نشده، ولی مربوط به روس ها همیشه ما با حاشیه روبرو بودیم. حالا این شاید برای بعضی از دوستان گنگ باشه، بعد از اینکه ویدیو رو دیدین من مفصل نکات خودم رو در همین خصوص عرضم کردم. فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. رئیس جمهور روسیه برای شرکت در هفتمین اجلاس رؤسای جمهور کشورهای عضو روند آستانه وارد تهران شد. خیلی خب، ویدیوی مربوط به لحظه حضور پوتین در ایران رو با هم دیدیم. اون نکته که من می‌خواستم یادآوری بکنم اینه، همین چند وقت پیش رئیس جمهور ایران حضور پیدا کرد در کشور روسیه، فریادهایی بلند شد. به محض اینکه آقای رئیسی رسید به فرودگاه، فریادهایی بلند شد که آقا پوتین به استقبال نیومده. دوست عزیز یه خورده صبر کن، شاید دستورالعمل کشوری که داری در باره صحبت می‌کنی در حوزه استقبال از مقامات دیگر کشورها متفاوت باشه. اصلا توی اون دستورالعمل نیازی به حضور رئیس جمهور نباشه، اصلا دلیلی نداشته باشه که رئیس جمهور آقا نه شما اصلا خبر ندارید، ما مستعمره اینها شدیم، اینا دیگه رئیس جمهور رو ما رو تحویل نمیگیرن. این حرفایی بود که اون موقع زده میشد. الان شما در داخل این فرودگاه و در لحظه ورود پوتین به ایران، شما آقای رئیسی رو دیدین؟ اصلا رئیسی اینجا حضور داشت؟ وزیر نفت بلند شده رفته به استقبال پوتین. حالا من اگر مثلا اردوغان رو میخواستم مثال بزنم، بگم آقا رئیسی نیومده، همه میگفتن که خب نه شب بوده رئیسی نیومده. خب این دیگه الان در روز اتفاق افتاده دیگه. وزیر نفت بلند شده رفته به استقبال رئیس جمهور اون کشور، خیر مقدم گفته، بعد یادآوری کرده که آقا مثلا حضور شما را ما خیر مقدم میگوییم. بعدم رئیس جمهور اون کشور بلند شده رفته کاخ ریاست جمهوری، با رئیس جمهور ما دیدار کرده. درسته؟ این چیزی است که اتفاق افتاده. دوستان من باز میخوام یادآوری بکنم، عمده یه چیزهایی که این روزها میبینیم، عراقی ها به ایران میان، آقا چرا پرچم عراق رو زدن توی برج میدان آزادی؟ افغانستانی ها یک اتفاقی براشون میفته، آقا چرا مثلا فلان موزر ایران گرفته؟ یا مثلا دیداری بین مقامات ایران و یک کشور دیگه رخ میده در داخل خاک اون کشور، بر اساس دستورالعمل ها پرچم ایران نیست، آقا ما مستعمره اون کشور شدیم. همه اینها فضا سازی هایی هست که میخواد تمرکز رو از ما بگیره، ولی شما وقتی حقیقت رو نگاه میکنی همینه. اینها هم زمانی که در کشور ما حضور پیدا کردن، شما تأثیری از حضور رئیس جمهور و مقامات بالای کشور در فرودگاه نمیبینید. اون تأثیری است که در دیدارهای رسمی بین دو طرف دیده میشه. بریم تأثیر بعد رو هم ببینیم. این تأثیری هست که از دیدار پوتین و آیت الله خامنه‌ای در رسانه‌ها منتشر شده، تأثیری که برای آنهایی که از زبان بدن خیلی صحبت میکنن و خیلی بر این باورن که تبحر دارن در این حوزه خیلی مرتوجه بوده. شما در این تصویر، من برای دوستانی که صوتی دارن گوش میدن یه توضیح بدم، شما توی این تصویر دارید رهبر ایران و رئیس جمهور روسیه رو میبینید، در حالی که پوتین با دو دست خودش دست رهبر ایران رو گرفته. یعنی معمولا توی حالت دیدارهایی که یک نفری به فردی برمیخوره که اون فرد براش قداست و جایگاه بالایی داره، همچین چیزی رو میبینید. ببین من اصلا کار ندارم که این فرد با چه انگیزه ای در این تصویر این کارو کرده ها، میگم در شرایط معمول ما در همچین جاهای این رو میبینیم دیگه. و این نکته برای خیلی ها که در حوزه زبان بدن یا چیزهای از این دست معمولا عادت دارن اظهار نظر کنن، به شدت مورد توجه بوده و به شدت پیرامون این عکس نکات مختلفی مطرح شده. تصویر بعدی که روی صحبت ما مشاهده میکنید، لحظه دیدار اردوغان و پوتین هست. به شدت مقامات کشور ترکیه براشون اهمیت داشت بعد از بحران اوکراین این دیدار برگزار بشه و صحبتایی رو مطرح بکنن. و خب مسائل مهمی هم وجود داره. یکی از مسائل بسیار مهم قحطی هست که دنیا رو درگیر خواهد کرد متأثر از این جنگ. و مسئله مهمتر این هست که غلات اوکراین و اصلا محصولاتی از این دست چطور الان باید صادر بشه. خب ساعت‌ها
و بعضا روس‌ها و ماها اینها وقت گذاشتن یک دیداری داشته باشن و گفتگوهای مهمی رو با هم طرفین داشته باشن، به خصوص در مسئله اوکراین، و خب این دیدار هیچ وقت فراهم نشد. در ایران اون نقطه‌ای هست که این دو طرف، یعنی مقامات کشور ترکیه و مقامات روسیه، دیدار مشترک خودشون رو انجام میدن و مقامات ترکیه بالاخره موفق میشن دیداری با پوتین داشته باشن. ویدیوی مربوط به این دیدار رو با هم ببینیم، بعد نکات دیگری هست که خدمت شما عرض خواهم کرد. خیلی خب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. من ویدیوی بعدی که میخوام با خدمت شما ارائه بدم و با شما به اشتراک بگذارم مربوط هست به صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی، صحبت‌هایی که همزمان با اشاره به بحران سوریه و خطر تروریست‌ها داره اشاره میکنه به این قهرمان، قهرمانی که او اجازه نمیده در این دیدار نام او برده نشه، نام او به حاشیه بره و به طور صریح اسم او رو یادآوری میکنه. ببینیم این بخش از صحبت‌ها رو. این روزها در شرایطی با افتخار از مبارزه با تروریسم سخن میگوییم که فداکاری‌های زیادی در این راه صورت گرفته است. لازم میدانم از تمامی شهدای مبارزه با تروریسم و در رأس آنها شهید سپهبد قاسم سلیمانی یاد و تجلیل. این بخش از صحبت‌ها رو با هم دیدیم، صحبتایی که اشاره می‌کنه به نام فرمانده شهید ایران سید ابراهیم رئیسی، هم از جمله کسانی بوده که در این دیدار علاوه بر رهبر ایران و رئیس جمهور روسیه تاکید می‌کنه بر اینکه باید برای حضور آمریکایی‌ها در سوریه کاری کرد. حالا بعضی ممکنه سوال براشون پیش بیاد، آقا شما پدرکشتگی دارید با آمریکایی‌ها که فقط گیر دادید به اینا، هر کجا اینا میرن شما میگید باید اونجا کاری کرد. خیر، اصلا بحث این نیست. بحث بر سر اینه که ببین، الان ما داریم در خصوص مدیریت بحران سوریه صحبت می‌کنیم. دعوای ترکیه هم همینه. ترکیه میگه من از اینجا احساس ناامنی میکنم. ایران میگه این قسمتی که دست حکومت ترکیه است ناامنی نداره. اینجایی که نیروهای نظامی همسو حضور دارن ناامنی نداره. اینجایی که کردها هستن هم ناامنی نداره. ناامنی داره جایی تولید میشه که آمریکایی ها اومدن مستقر شدن. و اونجا اقداماتی داره صورت میگیره. تکفیری ها دارن فعالیت میکنن، تروریست ها دارن فعالیت میکنن، دیگرانی هم میآیند و میروند. راهکار حل بحران چیه؟ آمریکایی ها باید از این منطقه جدا بشن. اون گروهی که از محل اونها بحران داره تولید میشه و بحران داره پمپاژ میشه و هیچ مسئولیتی هم ندارن. من اگر در منطقه من اتفاقی رخ بده، شما میتونی من رو پاسخگو بکنی. کشور ترکیه رو میتونی پاسخگو بکنی، سوریه رو میتونی پاسخگو بکنی. به اینا چی میخوای بگی؟ اینا اصلا طرف در نهایت میگه آقا من پایگاهم اونجاست، بقیه‌اش به من ربطی نداره که. خب پس اگر بقیه‌اش به تو ربطی نداره، پایگاهت هم نباید باشه. حالا اینو من توضیح دادم برای دوستانی که ممکنه برایشون سوال باشه اصلا منطقه قضیه تمرکز اینها بر آمریکا چیه. ادامه این نشست رو می‌خوایم با هم ببینیم. اون تا قبلش دوستان دو تا نکته خیلی مهم می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این که مقامات آمریکا به طور رسمی اعلام کردن که از بابت این نشست ابراز نگرانی داشتن و نزدیک شدن ایران و روسیه رو با نگرانی دنبال می‌کنن. من می‌خوام یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. ببین، یه نشستی از کشورهای عربی برگزار شد، هیچ کدوم از مقامات ایران پیرامون این نشست اظهار نظر نکرد. آقا مثلا با آمریکا نشست برگزار کردی به درک، با اردن برگزار کردی به جهنم، برو اصلا کل دنیا رو بردار نشست برگزار کن. اگر فردا علیه من خواستی کاری بکنی، من پدرتو در میارم. هر کاری برو هر چقدر میخوای نشست برگزار کن، اصلا به من ربطی نداره که، اصلا وزنی نداره نشسته تو. ولی ایران یک نشستی برگزار کرده، اگر اهمیت این نشست رو میخوایم بدونیم، همین کافیه که الان همشون دارن درباره این نشست صحبت میکنن. من چرا در خصوص نشست شما مقامات رسمی کشورم حرفی نزد؟ هیچ کدوم نکته مطرح نکردن، چون اصلا وزنی نداشت داستان برای من. ولی همین نشون میده که همین اظهار نظرهایی که شما دارید انجام میدید وزن مسئله رو به صراحت نشون میده. ادامه این نشست رو میخوام با هم دیگه ببینیم. صحبتایی است که رئیس جمهور روسیه انجام میده در خصوص حضور آمریکایی ها در سوریه که با هم خواهیم به صورت در چارچوب کمیته به دست اومده. در واقع ما یک پیشرفت بسیار خوبی رو به دست آوردیم. بسیار مهم است که سوریه بتونن آماده سازی بکنن، بعد بتونن توافق بکنن، بعد پیدا بکنن، در واقع به صورت اجماعی بتونن حل بکنن مسئله که مربوط بشه به ایجاد یعنی تقویت حاکمیت کشور خودش. مطمئن هستم کشور ما میتونن ادامه بدن توی تحکیم و بخش همکاری خودشون رو به نفع در واقع پایان یافتن
و از بین بردن تروریست بین الملل که در سوریه وجود دارد. همیشه در واقع باید تمام بکنیم کار داعش و همچنین گروه های تروریستی و افراطی دیگر در سوریه. خیلی نگرانی در حال حاضر این وضعیتی که تحت کنترل قرار نداره و جایی که تحت کنترل سوریه قرار نداره. ببینید میبینیم که از اون منطقه در حال حاضر تهدیدهای بسیار جدی مجرمانه افراطی گرایی و همچنین جدال طلبی داره ایجاد میشه و این در حال حاضر میتونه غربی ها هم به این مسئله دارن کمک میکنن با ریاست ولایات متحده آمریکا، دارن استفاده میکنن از در واقع وسایل سیاسی و همچنین اقتصادی رو استفاده میکنن علیه سوریه. دارن تلاش میکنن که جدال طلبی رو بیشتر بکنن. همونجوری که الان اعلام شده توسط رئیس جمهور در حال حاضر دارن ریسورس ها و منابع طبیعیش رو غارت میکنن و در نهایت تلاش میکنن که تجزیه بکنن سوریه رو در نهایت. خیلی خوب، این بخش از صحبت ها رو با هم دیدیم. اشاره داره میکنه به تجزیه سوریه و داره اشاره میکنه به اتفاقاتی که داره متأثر از حضور آمریکایی ها در این منطقه رخ میده. بازم یادآوری میکنم، نمیشه که شما در یک منطقه باشی، گندمش رو ببری، نفتش رو ببری، اقدامات این شکلی انجام بدی، تروریست ها اونجا فعالیت بکنن، تکفیری ها فعالیت بکنن، تجزیه طلب ها فعالیت بکنن، بعد زمانی که بهت میگیم چرا این اتفاقا داره در منطقه میفته بگیم من فقط مسئول پایگاه خودمم. و اگر مسئول پایگاه خودتی، پایگاه تو ببر یه جای دیگه. یه خط روی دیوار این پایگاه بیفته از 100 جا فریاد میزنن که آی به آمریکایی‌ها حمله شده. خب پس ببرید یه جای دیگه، ما تکلیف این منطقه رو روشن کنیم دیگه. این چیزایی که اینجا مطرح شد نشون میده که مسئله سوریه یک مسئله کاملا جدیه و اقداماتی که باید صورت بگیره برای اینکه امنیت به این کشور برگرده. این کشور با 10 سال پیشش خیلی تفاوت پیدا کرده، اوضاع بسیار بهتر شده، فضا داره آروم میشه، فضا برای این کشور میتونه به یک ثباتی برسه اگر این کشور رو با بحرانی از جنس جنگ روبرو نکنن. هم کسانی که پای این میز نشستن با ما گفتگو داشتن و هم کسان دیگری که بدخواه ملت‌های منطقه هستن. من نکته دیگه ندارم، خیلی این گزارش رو نمیخوام طولانی بکنم. فهم کنم اصلی ترین نکات رو درباره این مسئله خدمت شما ارائه دادم. جالب برام که رسانه‌های مربوط به رژیم صهیونیستی زمانی که به این نشست پرداختن و زمانی که پیرامون این نشست صحبت کردن به اظهار نظرهای رهبر ایران و هشدارهایی که رهبر ایران خطاب به پوتین داده در خصوص اینکه باید نسبت به غربی‌ها و آمریکا هشدار باشه خیلی روی این مانو دادن. این برای من خیلی نکته جالب بود. بعد همزمان با این نشست یک خبر دیگه هم در رسانه منتشر شده. این خبر اشاره داره به اینکه نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شده که واشنگتن آماده بازگشت به برجام است و این توافق میتواند تنش‌ها رو در منطقه کاهش دهد. عزیز دلم، دیروز رو ازت گرفته بودن، دو هفته بعد رو ازت گرفته بودن، الان یه دفعه یاد افتاده درباره برجام صحبت بکنی. نشستی در تهران در حال برگزاریه، این نشست فعلا داریم تحلیلش می‌کنیم و بعدن کمی در روش نکاتی رو داریم. نشست که تمام شد درباره برجام هم با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان یه نکته رو میخوام یادآوری بکنم، همه این چیزهایی که داره اتفاق میفته از دیداری که با پوتین برگزار شد تا دیداری که با ترکیه برگزار شده تا نوع رفتاری که ایران با همسایه‌هاش داره در دوره رئیسی از امارات بگیرید تا آذربایجان، همه اینها یک پیام رو برای من داره و اون پیام این هست که اراده اینجا در دستور کار قرار گرفته و اراده اینجا در اولویت قرار گرفته برای اینکه روی همسایه‌ها تمرکز بکنه. به چه جهت؟ به جهت اینکه بتونه مشکلات معیشتی ملت ایران رو با کمک این همکاری مشترک حل بکنه، با استفاده از ظرفیت بازارهایی که اونجا دارن، امکاناتی که دارن، کارهای مشترکی که میشه انجام داد. محدودیت‌هایی هم وجود داره. یکی از محدودیت‌ها این است که من باید یک راهی پیدا بکنم که زمانی که روی این راه تمرکز کردم آمریکایی‌ها با اهرم فشاری تحت عنوان تحریم نتونن دو کشور رو به چالش بکشن. امیدوارم اون چیزهایی که داره صورت میگیره و این تلاشایی که داره انجام میشه برای منطقه ما همراه با امنیت و برای ملت ایران همراه با بهتر شدن وضعیت معیشتی اونها باشه. نکته دیگه ندارم. اگر شما احساس کردین نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین. احتمالاً حاشیه‌هایی بوده که من خیلی فرصت نکردم بهش اشاره بکنم یا اینکه فراموش کردم. حالا یکی دو تا حاشیه دیدم این اواخر رسانه بهش اشاره کردن درباره دیدار پوتین و اردوغان. حالا اینا خیلی در اولویت بحث من قرار نگرفت. اگر شما احساس کردین جایی حاشیه این دیدارها داشته که مهم بوده من فراموش کردم بهش اشاره کنم، حتما در قالب پیام‌ها بیارین که دوستان دیگر ما هم در ارتباط با این قضیه قرار بگیرن و بهش اشراف داشته باشن. اگر نکته‌ای بود برای من در قالب پیام بفرستین. وقتتون بخیر.